حسن میرکاظمی رعیت در مرداد ماه 1398 به اتهام فساد مالی دستگیر شد و روز گذشته نخستین جلسه محاکمه‌اش برگزار شد. رعیت نخستین بار به دلیل انتشار عکسی از وی در سرکوب معترضان به نتایج انتخابات 1388 معروف شد. در آن تصویر وی در حالی که کلتی در دست دارد سوار بر موتور در خیابان‌های تهران جولان می‌دهد. در کیفرخواست صادره برای رعیت 7 مورد اتهامی ذکر شده است. 1. مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور از طریق اخذ مبالغ کلان ارزی و ریالی با تقلب از بانک ها معادل 400 میلیون یورو و بیش از 5000 میلیارد ریال منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور با وصف سردستگی. 2. مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای از بانک‌ها. 3. مشارکت در جلب و استفاده از اسناد مجعول. 4. مشارکت در پولشویی. 5. مشارکت در پرداخت رشوه. 6. اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی با سوء استفاده از روابط خصوصی. 7. قطع و خشکاندن 206 اصل درخت. بر اساس اظهارات نماینده دادستان در جلسه نخست محاکمه حسن رعیت وی در یک شبکه فساد گسترده و سازمان یافته حضور داشته است. مقام های با نفوذ را به باغ وحش خصوصیش دعوت می کرده، حکم مأموریت جعلی به عنوان ضابط امنیتی داشته و با مفسدان اقتصادی روابط ویژه داشته است. در این جلسه از اکبر طبری، قاضی منصوری و بابک زنجانی به عنوان همدستان حسن رعیت نام برده شد. ولی آیا او فقط با این افراد رابطه داشته؟ آیا حکم ضابط امنیتی او جعلی بوده و برای استفاده در مفاسد اقتصادیش استفاده می شده؟ یا او به واقع از نیروهای امنیتی بوده است؟ پدرخوانده‌ای که در دفتر رهبر جمهوری اسلامی جا خوش کرده است. دستگیری حسن رعیت با نام یک فرمانده مرموز سپاه گره خورده است. او پیش از آن که دستگیر شود چند جلسه با نمایندگان مجلس برگزار کرد تا شاید بتواند راهی برای حفظ خود بیابد. در جریان رسیدگی به پرونده فساد مالی حسن رعیت توسط برخی نمایندگان مجلس دهم، وی در راهروهای مجلس خطاب به یک عضو کمیسیون انرژی مجلس گفته بود که رعیت مرتضی رضایی بوده و هست. اما مرتضی رضایی کیست؟ مرتضی رضایی را سردار خاکستری و مرموزترین فرمانده کل سپاه پاسداران می دانند که علاقه به دیده شدن در مجامع عمومی ندارد و به همین دلیل تنها چند عکس معدود از وی وجود دارد. مرتضی رضایی کسی است که گرچه حکم فرماندهیش بر سپاه پاسداران در تیر ماه 1359 از سوی ابوالحسن بنی صدر صادر شده بود و تنها اندکی بیش از یک سال در آن سمت ماند، ولی رابطه اش با علی خامنه‌ای چنان نزدیک بود که در ابتدای دهه 70 و در سالهای ابتدایی رهبری خامنه‌ای مسئولیت مهم فرماندهی حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران به وی سپرده شد. رضایی در سمت فرماندهی حفاظت اطلاعات سپاه شبکه‌ای را سامان داد که بعدتر سازمان اطلاعات سپاه نامیده شد. از سوابق پیشین مرتضی رضایی تا قبل از فرماندهیش بر سپاه اطلاع کاملی در دست نیست. تنها مصاحبه‌ای که از او وجود دارد به سال 1359 و پس از انتصابش به فرماندهی سپاه برمی‌گردد. وی در این مصاحبه سوابقش را اینگونه شرح می‌دهد: من از آن خصوصیات انقلابی و زندان و امثال اینها ندارم. جز و همین مردم عادی بودم که توی انقلاب و مقداری هم قبل از آن رشد کرده بودم. در ابتدای ورودم به سپاه در پادگان ولیعصر انجام وظیفه نموده و بعد از جنگ پاوه به کردستان رفتم و مسئول عملیات غرب کشور شدم. پس از بازگشت از کردستان قائم مقامی سپاه تهران را به عهده گرفتم و همکنون نیز مسئولیت فرماندهی سپاه را به عهده من گذاشتند. صدور حکم فرماندهی وی بر سپاه از سوی بنی صدر بدون هماهنگی با روح الله خمینی انجام شده بود و به همین دلیل خمینی وی را به عنوان فرمانده سپاه نپذیرفت. نهایتاً با وساطت علی خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی در 28 تیر ماه 59 خمینی با نوشتن متنی کوتاه فرماندهی وی را تایید کرد. رضایی تا یک ماه بعد از عزل و فرار بنی صدر از ایران در این سمت ماند
و نهایتاً سمت فرماندهی سپاه را به محسن رضایی واگذار کرد. او پس از ترک پست فرماندهی سپاه دوباره از نظرها مخفی ماند و به کار مورد علاقه‌اش در حوزه‌های امنیتی و اطلاعاتی پرداخت. نفوذ او در بخش‌های امنیتی سپاه وی را بیش از گذشته به علی خامنه‌ای نزدیک کرد. در سال 1362 و با تشکیل قرارگاه عملیاتی رمضان وی به عنوان فرمانده این قرارگاه منصوب شد. قرارگاه رمضان واحد اطلاعات برون مرزی و عملیات نامنظم سپاه بود که در سال 1369 و به فرمان علی خامنه ای سپاه قدس از دل آن متولد شد. پس از آغاز دوره رهبری علی خامنه ای وی پس از 4 سال از پرده بیرون آمد و در سال 1372 به حکم خامنه ای مسئولیت فرماندهی حفاظت اطلاعات سپاه را به عهده گرفت. وی تا سال 1385 در آن سمت ماند. رضایی در دوره 13 ساله فرماندهیش در حفاظت اطلاعات سپاه استخوانبندی اطلاعاتی و امنیتی سپاه را بازطراحی کرد و شبکه‌ای را ایجاد کرد که نهایتاً در سال 1388 نام سازمان اطلاعات سپاه را بر خود گرفت. وی پس از پایان دوران فرماندهیش در حفاظت اطلاعات سپاه به حکم علی خامنه ای از سال 1385 تا 1387 قائم مقام سپاه بود و مدیریت دوران گذار از فرماندهی حلقه رحیم صفوی و محسن رضایی به محمد علی جعفری را به عهده گرفت. رضایی در دوره 2 ساله قائم مقامیش در سپاه سرداران نزدیک به هاشمی رفسنجانی را از حلقه اول فرماندهی خارج کرد و زمینه را برای جایگزینی آنها با چهره‌های کاملا وفادار به علی خامنه‌ای از سوی محمد علی جعفری آماده ساخت. در سال 1387 رضایی مجددا از صحنه علنی سپاه خارج شد و جای خود را به سردار محمد حجازی داد. در 11 سال گذشته وی به رغم آنکه سمت رسمی نداشته است در دفتر علی خامنه‌ای مشغول به کار بوده و همراه با سردار حسن محقق از نزدیکترین چهره‌های امنیتی و نظامی به مجتبی خامنه‌ای فرزند رهبر جمهوری اسلامی ایران بوده است. در سال 1393 خبری مبنی بر ترور محمد رضا حاجیان نژاد از فرماندهان سابق یگان ویژه هجرت منتشر شد. یگان ویژه هجرت بخشی از سپاه پاسداران است که در عملیات‌های مرزی در سیستان و بلوچستان فعالیت می‌کند. رسانه‌های نزدیک به سپاه به گونه‌ای نامعمول به این خبر نپرداختند. محمد رضا حاجیان نژاد یا حاج رضا حاجیان پیش از آن که در خرداد 93 در مقابل در منزلش با چند گلوله کشته شود، با انتشار کتاب و یک فایل تصویری مدعی شده بود که پس از خروجش از سپاه وارد فعالیت اقتصادی شده است و شرکت سرمایه‌گذاری تلاش ران فلح که متعلق به مرتضی رضایی است و توسط برادرزن و پسر وی اداره می شود از اموال او بوده است آن را غصب کردند. او در کتابی که به عنوان فریاد عدالت یک سرمچار منتشر کرده است اتهامات گسترده ای از قبیل قاچاق، حذف فیزیکی، خرید و فروش غیرقانونی ارز و دخالت در انتخابات را متوجه مرتضی رضایی، تائب، حسن محقق و دیگر سرداران و مقامات سپاه کرده است. وی در آن کتاب مدعی شده است که مرتضی رضایی دست راست خامنه ای و از معتمدان پسر وی مشتبه است و اقدامات خود را با پشتوانه حمایت آنها انجام می دهد. ترور او در سال 1393 ابهامات در اطراف نام مرتضی رضایی را بیش از پیش مطرح ساخت. حسن رعیت در همان سال 1388 که به روی مردم هفتیر می کشید و به قول مشهور درباره وی کف خیابان را از ضد انقلاب پاک می کرد، همراه با حسین شیرازی منش به عضویت پروژه اقتصادی تجار کیش در آمده بود. پروژه‌ای که بعدتر و با ورود بابک زنجانی به آن این دو را به عنوان دو دستیار و رابط اصلی بابک زنجانی در همه پروژه‌های اقتصادی وی از خرید و فروش هواپیما تا تجارت نفت و تأسیس بانک مطرح کرد. بابک زنجانی در مصاحبه‌ای که پیش از دستگیریش انجام داده بود درباره عکسی که از میر کاظمی در اعتراضات 88 منتشر شده بود گفت که وی در سال 1388
سمتی داشته است که همراه داشتن کلت را توجیه می کرده است. واقعا خطایی نداشته و کار حرفه‌ایش را انجام داده است و در جریانات سال 88 به دلیل مسئولیتی که داشته یک سلاح هم به کمرش بوده و اتفاق خاصی نیفتاده است. میر کاظمی در حالی در سال 1394 از سوی شریک و دوست تجاریش به عنوان نیروی امنیتی معرفی می شود که علاوه بر مالکیت بر شرکت مصادره‌ای دنیای فلز در نزدیکی تهران، شرکت رنوس و مجتمع کشت و صنعت فدک و مجتمع فولاد و ذوب‌آهن ازنا، مهره کلیدی شبکه مداحان و بزرگترین بدهکار بانک کشاورزی هم لقب گرفته است. دوستی وی با محمود کریمی و محمد رضا طاهری، دو مداح محبوب علی خامنه‌ای که از هیئت سارالله آغاز شده بود، بعدتر چنان گسترده شد که ویلا و باغ وحش خصوصی وی در اتوبان تهران کرج علاوه بر کریمی و طاهری به پاتوق اکثر مداحان مطرح ایران بدل شده بود. رابطه میر کاظمی و دو مداح نزدیک به علی خامنه‌ای تنها به رفاقت محدود نمانده است. محمود کریمی بیش از 3 دهه با میر کاظمی به تجارت مشغول بوده است و محمد رضا طاهری هم با تأسیس شرکتی به نام لوح مهراندیش خام در سال 1387 شراکت خود را با حسن میر کاظمی و سید مسعود میر کاظمی وزیر بازرگانی و سپس نفت در دوران احمدی نژاد آغاز کرده است. بعد از حوادث سال 88 نام حسن میر کاظمی با پرونده بابک زنجانی، فاضل لاریجانی، سعید مرتضوی و حمیدرضا باقری درمنی گره خورد. سلطان فرد از نمایندگان ادوار مجلس میر کاظمی را معرف بابک زنجانی برای ورود به پروژه فروش نفت ایران پس از تحریم‌های سال 1390 و 91 می‌داند. همچنین در زمان بالا گرفتن مناقشه لاریجانی و احمدی نژاد بر سر وزارت رفاه فیلمی از برادر رئیس مجلس منتشر شد که در آن فاضل لاریجانی برای پیشبرد طرح خرید شرکت‌های 60 از سوی بابک زنجانی درخواست رشوه از سعید مرتضوی را مطرح می‌کند. در فیلم دیگری که در سال 1392 از اتاق کار سعید مرتضوی منتشر شد، نشان داده می شود که حسن میر کاظمی و بابک زنجانی ماجرای درخواست رشوه فاضل لاریجانی و حمیدرضا باقری درمنی را برای سعید مرتضوی تعریف می کنند. انتشار این دو فیلم نشان داد که میر کاظمی نه یک چهره امنیتی معمولی و تاجری متوسط که رابط افراد مهم در بزرگترین پروژه های مالی آلوده به رانت و فساد در جمهوری اسلامی است. حتی در ماجرای برخورد با صادق آملی لاریجانی، نام حسن میر کاظمی در رابطه با دریافت وام ارزی با فشار اکبر طبری، معاون اجرایی دفتر لاریجانی در قوه قضاییه نیز مطرح شد. این موضوع روز گذشته در جریان رسیدگی به پرونده او از سوی نماینده دادستان نیز تایید شد. حسن میر کاظمی معرف بابک زنجانی به یک حلقه امنیتی خاص هم بوده است. این حلقه امنیتی خاص نه در وزارت اطلاعات یا سپاه که در بیت رهبری و تحت فرمان مرتضی رضایی فعالیت داشته است. علاوه بر مرتضی رضایی، مسعود میر کاظمی، وزیر نفت سابق در دولت احمدی نژاد، محمد رضا طاهری و محمود کریمی، دو مداح محبوب علی خامنه‌ای، به صورت مستقیم از شرکای تجاری حسن رعیت بودند. این افراد هیچگاه از سوی سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضاییه احضار، بازجویی و متهم نشدند. در زمانی که رعیت در بازداشت سپاه بود، رفت آمد این مداحان به بیت علی خامنه‌ای ادامه داشت که نشانه‌ای محکم از معصومیت آنها زیر عبای رهبر جمهوری اسلامی است. مرتضی رضایی با وجود اتهام فساد گسترده مالی فراتر از پرونده حسن رعیت و ظن بسیار به نقش او در ترور محمد رضا حاجیان نژاد هنوز در دفتر علی خامنه‌ای مشغول به کار است. در پرونده حسن رعیت تنها کسانی قربانی شدند که حلقه ارتباطی او با رأس حکومت نبودند و صرفاً زمینه فساد را فراهم می‌آوردند. حمیدرضا باقری درمنی در روز 1 دی ماه 1397 و چند ماه پیش از دستگیری رعیت اعدام شد. او از جمله افرادی بود که در دادگاه‌های ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی با نام سلطان قیر محاکمه و به سرعت اعدام شد. باقری درمنی حلقه کلیدی ارتباطات رعیت با خاندان لاریجانی بود. بابک زنجانی دیگر رابط رعیت سالهاست که در زندان و زیر حکم اعدام است. اکبر طبری معاون اجرایی دفتر صادق آملی لاریجانی محاکمه
و به 31 سال زندان محکوم شد. قاضی منصوری دیگر کارپرداز حسن رعیت هم به صورت مشکوکی در بخارست کشته شد و به ابهام‌ها در مورد نقش او در شبکه قدرت و فساد افزود. حسن رعیت تنها بازمانده از میان حلقه دوم فساد در شبکه قدرت جمهوری اسلامی است. اعضای حلقه اول همچنان در معصومیت کامل قرار دارند. او همان گونه که خود را توصیف کرده بود، رعیت مرتضی رضایی از نزدیکان چهره‌های امنیتی به علی خامنه ای است. مرتضی رضایی همچنان در پرده نگاه داشته شده است و حذف حسن رعیت می تواند خطوط ارتباطی این شبکه افشا شده فساد به چهره‌های اصلی نظام را پاره کند. سپاس که کانال خبرچین رو تماشا کردین. لطفاً برای حمایت از ما ویدیوها رو لایک و کانال رو سابسکرایب کنید. ممنونم.